سلام، خیلی خوش اومدیم کانال مدپس. آنایتا هستم به همراه فرزاد با یه ترک دیگه از آلبوم گوزن علی سورنا. خب در ادامه آلبوم گوز رسیدیم به ترک 14 این آلبوم به اسم نه میمیرم نه برمیگردم. داریم کم کم به آخرهای آلبوم نزدیک میشیم و خیلی مشتاقیم بدونیم که جنبندی نتیجه گیری این آلبوم چی. علی سورنا این راه دراز ما رو با خود کشته که به کجا برسونه. خیلی جذابه. اینو بریم فکر میکنم که کلن 4 تا دیگه مونده. آره فکر میکنم 18 تا ترکه دیگه. 4 تا دیگه مونده که اونا رو بریم تو این چند روزه و دیگه آلبوم رو تموم کنیم. بریم آقا. همینجوری ویدیوهایی که ما برای این آلبوم درست می‌کنیم طولانی هستش. طولش بریم سر اصل مطلب و کاور داستان. ابتدا کاور این آهنگ کاورش یک شکافی یا یک دره‌ایه که یک این پل شکسته. یاد چیز میندازه منو کاور گریز از مرکز که روی اون سورنا یا راوی داشت آره بالا میرفت پل فرمه میرفت ولی اینجا برعکس پایین میرفت. این الان این پل شکسته، اینجا اون به احتمال زیاد حصاره که افتاده پایین، خب و راویه که روی این پل رد شده. خب فکر میکنم اشاره داره به این که راوی داستان ما این حصار و مرزها رو شکونده و از حرکت کرده، مرزها رد شده و به سمت جلو حرکتش رو ادامه داده. حالا ببینیم که سمت راستم یه حالت شهری یا از اون شهر یه مکانی که احتمالا ازش گذر کرده، میتونی شهر یخ باشه که گذر کرده. خلاصه یک جایی گذر کرده و این شکاف رو رد کرده و حصار که نماد حصار و مرز هاست هم شکسته و رد شده. بریم سراغ خود آهنگ. بریم که خود درکش میگه. اوکی برو بریم. من گذشتم پر از خونه، بعد تاریخ و ساعت باسم یه پار خط به پیشه، بعد چی تو دل این دایره است، کدوم ثانیه تکرار شد تو باغ وحش. تاریخ استبداد چیزی که از ما گذشت، رقص تاج و تخت تا سیاست که یادمون داد، باید رحم و با مردم خورد و علمی که گفت با زخم و با الکل شست. بزدلامی علمی که گفت با زخم و الکل شست. چه باحال. میگه من گذشتم پر خونه، پس تاریخ و ساعت واسم. این که باز اشاره داره به این که ورای زمان حرکت میکنه. اصولا و فکر میکنم تاریخ معاصر خودمون رو به نوعی گفت. نمیدونم، حالا گذشتم پر خونه میتونه به اشاره به مسیر پر از سختی داشته باشه که رد کرده و اومده. پس چی تو دل این دایره است؟ دایره همون لوپ سقوط 100%، لوپی سقوطی که از اول صحبتش میکنه. کدوم ثانیه تکرارش تو باغ وحش؟ من فکر کنم اشاره داره به طور که حرکت، چون اونجا از لفظ حیوانا نماد حیوانا خیلی استفاده کرده، خوک و گراز و بوفالا و اینا، و لوپ سقوط هم اونجا آورده بود. این میتونه یه بازگشتی داشت، اشاره داشته به اون. خب تاریخ استبداد چیزی که از ما گذشت، رقص تاج و تخت تا سیاست. گفتم تاریخ معاصرمونه، اومد تو بحث سیاسی و اقتصادی کرده. آره تاریخی که استبداد فقط به ما ظلم کرده، از تاج و تخت گرفته تا سیاست امروز، که چی یادمون داده؟ کدوم سیاست؟ که یادمون داده باید رحم رو با مردم خورد، یعنی به مردم خودت رحم نکنی، خوک خوک رو میدارید، به مردم خودت هم نباید رحم کنی. و علمی که گفت باید زخم رو بلکش، یعنی بهت زخم میزنن تا تو مجبور بشی بری سراغ، حالا الکل نماده، مجاشه به سراغ چیزایی که موقت حالتو خوب میکنه، نشجات، مورفین های موقت، نشجات. آره از اینجا بشه گوش نکرد. باید رحم با مردم خورد و علمی که گفت با زخم و با الکل شست. بزلا میرفتن دنبال پول، پول یعنی اسلحه با پوکه های آرزو. وقتی قدرت مسلط رو ساعت دستت، تکرارم بچه هم مادر ترسه، بر روز بخورید اما لش کنید شب و من کولی هم تو آمارات تو نشمرید بنو. شما شهبت و بل ایدید واسه دفاع، زنده با چهامت دفاعشه ها، رنگش رو بومتون قصه بود و تش پخش شد رو تابلو سکس خوک و جنگل، گوشه پیشونیم و نقابم برید، من یه فاحشه لختم حجابم کنید. آلی به به. میگه بزدلا میرفتن دنبال پول، پول یعنی اسلحه پوکر. دقیقا اشاره داره، یه جا دیگه هم گفت
اونایی که ترسو هستن، یعنی اونایی که دنبال هدفشون نمیخوان برن، بسنده میکنن به پول، الکی هدفشون رو پول و مادیات قرار میدن و برای به دست آوردن پول پوکه های آرزو منظورش اینه که آرزوهاشون رو فدا دارن میکنن. خب وقتی قدرت مسلط رو ساعت دسته، تکرار هم بچه هم مادر ترسه. یعنی قدرت و سیاستی که داره زمان تو رو هم حتی کنترل میکنه. خب تو کدوم ترکش بود میگفتش که چی؟ وقتی زمان گرفته عفونت، از مکان نمیشه عبور کرد. این همون زمانیه که عفونت گرفته. تو وقتی زمان هم دست اونهاست، تو چجوری میخوای چیز کنی؟ پس روز بخورید همو لش کنید شبا، خوکو میدارید هم دیگر رو بدارین. من کلیم، تو آمارتون نشمایید منو، من کلیم، من از شما نیستم. کلی کسی که داد و فریاد میکنه. اصلا کلی یه فرقه هم بودن که دسته دسته جدا زدن. اونم هست ولی من این الان اومد. یعنی من تو دسته شما نیستم. آدم کلی، آدم که جنجال میکنه، آدم که جسوره، آدم خب. که سرسره. هم از اون نظرم جفتشون میشه دیگه. آره دیگه. من از شماها نیستم. شما شهوت رو بلعیدید واسه دفاع. چقدر قشنگ داره میگه زنده با شهامت فاحشه. اینجا به نظر من شهوت استعاره از واقعیتتونه. شما شهوت رو بلعیدید، یعنی واقعیتتون رو پنهان کردید برای اینکه از این منافع خودتون دفاع کنید، از سیاست‌های مزخرفتون، از قدرتتون. زنده با شهامت فاحشه ها. خب اینجا فاحشه ها استعاره از آدمایی ان، چون فاحشه کسیه که همیشه لخت اوریونه، کسیه که شهوتش رو نشون میده و میتونه نماد دیگه. آها نماد جسارت باشه. خب زنده با شهامت فاحشه ها. رنگ اش رو بومتون قصه بود و تهش پخش رو تابلو سکس خوک و جنگل. اینجا هم باز میتونه اشاره داشته باشه، میگه تابلو خوک سکس خوک و جنگل. یادم میاد چی انداخت منو تو ترک حرکت، یه جا برمیگره میگه خوکا هم دیگه دریدن، بعد اومدن گری اشک تمساح ریختن واسه هم دیگه الکی. خب به الکی به انگار اصلا ناراحت شدن. خب گوشه پیشونیم رو نقابم برید، من یه فاحشه میخوام اجرا کنم. اینم داره میگه که من چون نقاب اذیتم میکرد، یعنی چون برید پیشونیم و نقابم برداشتم و حالا لخت اوریونم، یعنی خودم هم من فاحشم، یک آدم جسوری هم که خود واقعیم هم، و حالا اگه جرئت دارین، اگه زورشو دارین، بیاین حجابم کنین. به به خیلی عالی. چقدر از کلمه فاحشه و شهوت به جا و درست استفاده کرده بود. برعکس خیلی از آهنگای رپی که نه خب اینجا کاملا برداشتش به جا بود. اینجا چون دقیقاً آره بمبانه استعاره خیلی فوق‌العاده‌ای بود. گل گوشه پیشونیم و نقابم برید، من یه فاحش لختم حجابم کنید. من مثل تونی مونتانام ده بکشید عقب، رو بلندهای رشد بکشیدم، نمیمیرم نه برمیگردم، بهتر از پشت بکشیدم. من مثل تونی مونتانام ده بکشید عقب، رو بلندهای رشد بکشیدم، نمیمیرم نه برمیگردم، بهتر از پشت بکشیدم. عالی، چه کورس قشنگی و چه شخصیتی رو آورد وسط. خب همه که میشناسن تونی مونتانا، شخصیت اول فیلم اسکارفیس، یک آدم جاه طلبی که به خاطر خواسته هاش همه چی رو گذاشت زیر پاش و رسید به خواستش، و موقعی هم که تنها جوری که تونستن به این ببرنشون که از پشت کشتنش. خب کجا کشتنش؟ رو بلندای روشش، تو اوجش، تو قصرش منم کشتنش. خب این داره میگه منم تونی مونتانا، منم همه چی، من الان تونی مونتانای خودمم، من واسه یه هدفی که الان میدونم چیه که بهش رسیدم همه چی رو میذارم. نمیتونین دیگه من برسین، فقط منو میتونین زمانی بکشیدم که رو بلندای رشدم. حتی میتونین شده شده که با کشتن منم نمیتونین جلوی رسیدم به رشد نام بگیرین. من نه میمیرم نه برمیگردم، یعنی نه مرگ جلوی منو میگیره، مرگ عرابه حرکت همه، و نه برمیگردم مسیرم. من تو کاورشم از حصارا رو شیکوندم رد شدم دیگه، شکستم پشت سرم پولا رو، بر نمیگردم، فقط میتونین منو از پشت بزنین. اصلا یک کلمه، یعنی یه شخصیت تونی مونتانا رو که اسمی برای تو قشنگ میدونی موضوع چیه، قشنگ جا میافته واسط چیه. عالی. نمیمیرم نه برمیگردم، بهتر از پشت بکشیدم. تک و تنها سفت دست، کس و کار زار، عشق و سر بده بره، شهر و جا بذار. با یه روز مرده خیال کردی باغمون شدی ریشه، لاغر مردش و لای بتونا بکار. خونه رو بعد خون دودا بر میداشتم، رفتن ها وسط را رو دوشم هرچی داشتم، با قلمم جنگیدم دیدم شبی خوک شدم، مینداختمش تو زمین خوک ها بر میداشتم.
چه با کناره. خیلی خوب میخونه. من اونجاهایی که با بیانش قشنگ منظورشو میرسونه، خنده های تلخ یا کنایه هایی که صداش هست، خیلی عالیه، خیلی عالیه. بعد اینجا چقدر حال روز هممونه، میگه تک و تنها صفر دست کس و کار هزار. یعنی میگه که با اینکه هزار تا کس و کار داری، موقعی که میخواست نیازه که دستو بگیره، هیچکی نیست که دستو بگیره، تک و تنها خودتی. عشق رو سر بده بره، شهر رو جا بذار. تو ترکش گفتی اینجا اینجا شهره، شهر رو بذار، شهر یخ، ایسکای شهر یخ، اون شهر مرده رو بذار و برو. با یه روز مرده خیال کردی باقمون شدی، ریشه لاغر مردهش رو لای بوتونا بکار. توی ترک حرکت تالار عشق میگه پشت سرم پر گلای مرده. خب یعنی من خیلی چیزامو از دست دادم، فکر کردی یه چیزامو ازم گرفتی، گل مرده منظورش گفتم مثلا تو با گرفتن یه چیزام فکر کردی بردی، نه من خیلی چیزامو حاضرم بدم برای هدفم. ریشه لاغر مردهش رو لای بوتونا بکار، یعنی اون ریشه یعنی بذر هدفتو بکار، ریشه لاغر هر چیز که ازت گرفتن اونو تبدیل به انگیزه کن. خونه رو بعد خون دودها برم نشن. این اشاره فکر کنم به ترک قبلی داره که خونه اونجوری بود. رفت فنا وسط راه رو دوشم هر چی داشتم. چه داره ترکای قبلیشو میگه. دیگم. رفت فنا وسط راه چشم کولمو زمین گذاشتم، رها شدم. هر چی داشتم باشم. آره. با قلمم جنگیدم دیدم شبیه خوک شدم. یعنی زمانی که دیدم شبیه خوک شدم، میخواستم شبیه اونو نباشم، شروع کردم با قلمم جنگیدن. بعد می قلمم انداختم رو زمین، خوکا بهم نشستن. یعنی خوکا فقط میخواستن جلو منو بگیرن، میخواستن من ازشون برتر نباشم. یعنی تا من قلمم رو میدادم فکر کردن اون برتری منه، میاد سراغ قلمه. آفرین چه خوشگل نوشته. خیلی خوبه. با قلمم جنگیدم دیدم شبیه خوک شدم، مینداختمش رو زمین خوکا بر میداشتم. تو هم قابل ثبت، فرار کن نگیره دردت، آب بده به ناید نجات غریقت غرقه، پیروزی ضعیفت کرده. یه دشمن خوب میخواستیم واسه دریدن، منم دروغ و فروختم به جاش ماشه خریدم و صد لاش چریدن. کار شغال و کرکسته و غیر جنگ زد به جنگ کی باشه حقیقت. ما قربانی های تمام قد به زخم قدرتیم، بیا رها کنیم قرص نونمونو امروز با من به جنگ، تا که فردا قلاد داران نلیسن استخونمونو. خیلی خوب گفت. آخرش داره با من و توی نوعی حرف میزنه به نظرم، میگه تو توی نوعی، من داره به من میگه، منی که دارم گوش میکنم اینو، میگه تو هم قبیله زد بهه، تو هم خودی خوردی، فرار کن نگیره دردت، آب بده به نایت نجات غریقت غرقه، به کسی امید نشه، امیدتو به کسی نبند، پیروزی ضعیفت کرده. فکر کنم منظورش اینه که دلخوش این پیروزیای کوچیک نباشه، اینا تو ضعیف میکنه، اینا تو ضعیف میکنه. یه دشمن خوب میخواستیم واسه دریدن. فکر من اینجوری احساس میکنم، این چیزی که تو مخمون کردن همیشه، یه دشمن میذارن جلومون، یه دشمن خوب میخواستیم واسه دریدن، بی خیال اینا شو. منم دروغ رو فروختم به جاش ماشه خریدم. تو کدوم ترکش بود میگفت، میگفتش که لنگ انگشت عقل رو ماشه حقیقت. خب میگه که منم این دروغا رو دادم، رفت پیشش ماشه خریدم، با حقیقت با عقلم اون ماشه شد. وسط لاشه چریدن کار شغال کرکسه، شغال کرکس نباشه، یعنی همدیگر رو ندارین وسط این لاشه ها. پس غیر جنگ ضد جنگ چی باشه حقیقت؟ پس غیر جنگ ضد جنگ، یعنی بیا برای نجنگیدن، حقیقت داستان نجنگیدنه، یا شاید هم جنگ درونیه، اینو متوجه نمیشم چیه. پس غیر جنگ ضد جنگ چی باشه حقیقت؟ واقعا متوجه نمیشم. ما قربانی های تمام قد زخم قدرتیم. میگه اینا دیگه اصلا واضح‌تر از این، تلخ‌تر از این، بیا رها کنیم قرص نونه اونو، بیا اجازه ندیم بهشون فقط با یه نون شب ما رو آره اسیر بشیم. امروز با من بجنگ، تا فردا قلاد دارا نلیسن استخونمونو. چقدر خوب داره بهت داره راهنماییت میکنه، از این محکمتر و مستقیم‌تر دیگه حرفی نمونه دیگه. خیلی واضح است. با من به جنگ، تا که فردا قلاد داران نلیسن استخونمونو. من مثل تونی متنام به بکشی لقب، رو بلندهای روش رو کشیدم، نه میمیرم نه برمیگردم، بهتر از پشت بکشیدم. من مثل تونی متنام به بکشی لقب، بهتر از پشت بکشیدم، نه میمیرم نه برمیگردم، رو بلندهای روش رو کشیدم. خیلی خوب، عالی. کورس کار همین یه بیت دو بیت عالی بود، قشنگ کل کارو
شامل میشه. آهنگسازش هم دهقان بود که خیلی خوب بود این ترک. و آقا کوروسش نابود کرد دیگه. ببین خیلی واضح بود به نظرم این ترک خیلی چیز پیچیده‌ای نداشت، چون خیلی جاها ارجاع میداد تو رو به ترک‌های قبلی که برات کامل شکافته بود، فقط با یک جمله اینجا کامل تو رو برمیگردون، خیلی به گریز از مرکز ما رو برگردون به نظرم، و ترک حرکت خیلی اونجا برگشتی، ولی کاملا واضح بود و چقدر اجتماعی بود، چقدر اجتماعی تر بود این ترکش به نظرم، و اون تشکیه پیام خیلی شهر حال این روزا و آره، و تو کل آلبوم به نظر من علی سورنا داره ما رو راهنمایی میکنه، داره هر چیزی که خودش یاد گرفته به ما یاد میده و داره غیر مستقیم داستانش رو تعریف میکنه که ما برامون درس عبرت بشه یا یاد بگیریم یا موتیویت بشیم، ولی تو این ترک اومده مستقیم داره ما رو خطاب قرار میده که میگه اگه میخوای قلاده دارا نلیسن استخونه تو، امروز با من بجنگ، پشو بجنگ، به خاطر یه لقمه نون شبت کوتا نیا. خیلی خوشگل. جالبه دیگه، من تو کامنت هم که بچه ها گذاشته بودن صحبت این بود که از علی سورنا توی مصاحبه یا یه جایی پرسیده بودن که مثلا چرا آلبوم چرا سینگل ترک نمیدی و بین آلبومات معمولا حالا مثل که یه دو سالی فاصله است. خندیده بوده گفته بود سینگل ترک آخه چجوری امکانشی، من باید یه دوره یا زندگی کنم که بتونم اینو آلبوم کنم. حالا این چیزی که تو میگی دقیقا همونه، دقیقا ما رو داره با زندگیش همراه میکنه، زندگی تجربه که داره رو خیلی استادانه میاد و تو قالب رپ فارسی که این روزا خیلی ها گوش میکنن میزه، این فوق العاده است به نظر رو من که خیلی داره تاثیر گذاشته و تاثیر داره میذاره و یه چیزی که شاید خودم میدونستم رو داره برام ملموس‌تر باز میکنم، روش همه شما همین تاثیرات خوبو داشته باشه. خیلی هم عالی بچه ها، دمتون گرم، تا انتهای این ویدیو هم همراهمون بودین، منتظر چارترک پایانی این آلبوم از ما باشین که سعی میکنیم هر شب براتون آپلود کنیم تا تموم بشه. اگر تازه با ما آشنا شدین و کانال ما سابسکرایب نکردین، از این بغل تو سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین که نوتیفیکیشن براتون فعال بشه، هشتگ مدبس هم من و آنایتا هستیم، آره در تمامی فضای مجازی، آدرس سوشال میدیامون هم این زیر هست، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر. اگر از این ویدیو خوشتون اومده میتونید با دوستاتون از طریق اینستاگرام، فیسبوک، توییتر، واتساپ، تلگرام و هر چیز دیگه‌ای که میتونید شیر کنید که اونجا هم ویدیو ما دیده بشه و از ما حمایت کنید. دمتون گرم، هر جای دنیا که دارین این ویدیو رو میبینین آرزوی سلامتی و آرامش براتون دارم، شب و روز لاکچری داشته باشین، خدا نگهدارتون.